بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. امتناع کشورهای اسلامی از حمایت مسلمانان اویغور در سازمان ملل. هشتم اکتبر، همبستگی جمعی برای توقف نسل کشی هزاره ها. ارائه سرویس رایگان خدمات اینترنتی برای زائران امیرالمؤمنین علی علیه السلام در طول سال. و ابتکار رئیس جمهور ترکیه برای خدمت به علویان شیعه. سلام بر حضرت ابوعبدالله الحسین و سلام به شما حسینیان، وقت بخیر. من مهدی بهنام با اخبار شیعه از امام حسین تیوی در خدمت شما هستم. کشورهای اسلامی از حمایت مسلمانان اویغور در سازمان ملل امتناع ورزیدند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با برگزاری مناظره‌ای درباره تخلفات دایی چین در استان سینکیانگ رأی منفی داد که یک شکست بزرگ برای کشورهای غربی محسوب می شود. به گزارش همکارم علی اکبری در این زمینه توجه بفرمایید. پس از آنکه میشل باشله، کمیسر عالی سابق حقوق بشر سازمان ملل ماه گذشته گزارش خود را درباره استان سینکیانگ منتشر کرد و به جنایت احتمالی علیه اویغورها و سایر اقلیت‌های مسلمان در دورترین منطقه غرب چین اشاره کرد، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با برگزاری مناظره‌ای درباره تخلفات چین در استان سینکیانگ رأی منفی داد. نکته قابل توجه و شرمانه در جلسه این شورا امتناع کشورهای اسلامی از حمایت مسلمانان اویغور در سازمان ملل بود. پس از فشار شدید پکن، 47 عضو شورا در ژنو با 19 رأی در مقابل 17 رأی مخالف برگزاری مناظره شدند و البته 11 عضو نیز رأی ممتنع دادند. کشورهایی که به برگزاری این مناظره رأی منفی دادن عبارتند از بولیوی، کامرون، چین، کوبا، اریتره، گابون، اندونزی، ساحل آج، قزاقستان، موریتانی، نامیبیا، نپال، پاکستان، قطر، سنگال، سودان، امارات متحده عربی، ازبکستان و ونزوئلا. همچنین کشورهای آرژانتین، ارمنستان، بنین، برزیل، گامبیا، لیبی، هند، مالزی، مکزیک و اوکراین از رأی دادن خودداری کردند. به گزارش شبکه خبری الهوره، فیل لینچ، مدیر کل سرویس بین‌المللی حقوق بشر گفت شرم‌آور است که کشورهای مسلمان در سازمان ملل تا حد زیادی از بحث و گفتگوی درباره نقض حقوق اویغورها حمایت نکردند. ویبریان رودراید، سفیر اندونزی گفت ما به عنوان بزرگترین کشور مسلمان جهان با یک دموکراسی پویا نمی توانیم چشم خود را بر مصیبت برادران و خواهران مسلمان خود ببندیم. با این حال او اضافه کرد از آنجایی که چین موافقت نکرد این بحث به پیشرفت معناداری منجر خواهد شد. بنابراین اندونزی رأی منفی داد. هندالمفاتیح سفیر قطر بار دیگر این برداشت را تکرار کرد. ناظران میگویند که کشورهای آفریقایی با فشارهای شدیدی مواجه شدند، چرا که پس از ایجاد زیرساختهای عظیم و سرمایه گذاریهای دیگر چین در این کشورها آنها به چین بدهکار هستند. با این حال سفیر بریتانیا سیمون مانلی گفت که تعداد زیادی از کشورها در مورد نقض فاحش حقوق بشر صرف نظر از اینکه چه کسی مرتکب آنها می شود ساکت نخواهند شد. به گفته ژروم بونافون سفیر فرانسه در سازمان ملل، کشورش از رد این متن متاسف است.
وی تاکید کرد که گزارش باشله سوالاتی اساسی را مطرح می کند و نشان می دهد که استانداردهای دوگانه نمی تواند وجود داشته باشد. هوا چونینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، در توییتر نوشت این یک پیروزی برای کشورهای در حال توسعه و یک پیروزی برای حقیقت و عدالت است. و افزود حقوق بشر نباید بهانه‌ای برای دروغ پردازی و مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر قرار گیرد. لازم به ذکر است ماه گذشته ایالات متحده آمریکا و برخی دیگر از کشورها پیشنویس قطعنامه ای را به نهاد عالی حقوق بشر سازمان ملل ارائه کردند که چین را مجبور کند تا در مورد سرکوب مسلمانان اویغور در سینکیانگ پاسخگو باشد. میشل تیلور، سفیر ایالات متحده در شورای حقوق بشر، در توییتر خود نوشت ایالات متحده رأی امروز را که مانع از بحث در مورد سینکیانگ شد محکوم می‌کند. وی افزود که این انفعال به طرز شرم‌آور نشان می‌دهد که برخی از کشورها اجازه دارند بدون مجازات حقوق بشر را نقض کنند. علی اکبری، اخبار شیعه. هشتم اکتبر برابر با 16 مهر ماه روز همبستگی با هزاره هاییست که به دلیل هویت شیعی و قومی خود چندین دهه متوالی با حملات هدفمند سیستماتیک سنی های تندروی طالبان مواجه شده و کشته می شوند. همکارم مائده خاموش گزارش می دهد. سال هاست که شیعیان هزاره افغانستان هدف یک کشتار و حسب سیستماتیک قرار دارند. آنها همواره مورد ستم واقع شده و از بسیاری از حقوق شهروندی خود محروم ماندند. اما با این حال، از هیچ تلاشی برای رساندن صدای اعتراض خود به جهانیان کوتاهی نکردند. هزاره ها هفته گذشته با راه‌اندازی پویش نسل‌کشی هزاره ها را متوقف کنید، خواهان پایان خشونت علیه مردم هزاره در افغانستان شدند و اکنون آن پویش اعتراضی میلیونی از فضای مجازی به دنیای واقعی رسیده است. بر این اساس، امروز شنبه 8 اکتبر اعتراضات سراسری در کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، آلمان، یونان، سوئد، سوئیس، اتریش و فرانسه در حال برگزاری است. همچنین در پاکستان، هند، کنیا، آمریکا، استرالیا، نیوزلند، کانادا تظاهرات گسترده‌ای برای این روز برنامه ریزی شده است و قرار است در شهر لندن نیز در روز چهارشنبه 12 اکتبر تظاهرات اعتراضی از میدان ترافالگار برگزار شود. هویت شیعی و قومی هزاره ها طی دهه‌های گذشته آنها را مورد هجوم و کشتار سنی های تندروی طالبان قرار داده است. مائده خاموش، اخبار شیعه. خانم حسینی، فعال مدنی از ایتالیا با ما هستند. عرض سلام دارم خدمت. سلام، وقت شما بخیر خانم حسینی. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب اخبار شیعه و مدیر محترم. خانم حسینی، شما اساساً ریشه نسل کشی هزاره ها در چه میدونید؟ بفرمایید. در ابتدا این مصیبت وارده رو بر تمام مسلمانان خصوصا مردم افغانستان تسلیه درز میکنم. برای زخمیان اینها از خداوند شفا طلب میکنم. علت نسل کشی هزاره ها تاریخی ریشه عمیقی داره که برمیگرده به زمان عبدالرحمن خان که متاسفانه این نسل کشی صورت میگرده و بیشتر هم برمیگرده به نوعی طرز تفکر اونها که متاسفانه طرز تفکر درست نسبت به انسانیت و نسبت به انسان ها نیست. ریشه اساسی و این کشتار شیعیان یا هزاره ها در افغانستان برمیگرده به زمان عبدالرحمن خان. بیش از 60 درصد از هزاره ها در دو زمان یا کشتن یا اخراج کردن یا اونها را بازگیری گرفتن. در اون زمان نازم در اون خیلی بر اساس کوچ اجباری که وجود داشت
خانم حسینی، برگزاری این همایش ها، تجمعات و گرد همایی ها در سراسر جهان تا چند اندازه میتونه مانع از تداوم نسل‌کشی هزارها بشه؟ خب یک موضوع اینکه متوجه میکنه اولا دنیا و دوم نسل آینده را، نسل آینده و جوانان و کودکانی که امروز زندگی میکنن اونها آگاه میشن، چون عصر تکنولوژی هست. بالاخره اونها با واقعیت هایی که در کشورها و نسل‌کشی هایی که وجود داره آشنا میشن. نکته بعدی باید بیدار بکنه، من باور من رو که بیدار باید بشن از این خواب که اونها بالاخره جامعه بین المللی خود به خواب زدن، نه که خواب رفته باشن، به خواب زدن، باید بیدار بشن. از جمله دادگاه بین المللی لاحه در قسمت این مسئله باید اقدام بکنه، به دلیل از اینکه وقتی ما اساس و تشکیل این نهاد بین المللی را این وقت طلب بکنیم، او مسئولیت داره در قسمت جنایت جرایم مختلف رسیدگی بکنه، از جمله جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و جرم آمده مشخص کرد. و نکته مهمش اینه که اونها این دیوان صلاحیت داره در چهار مرحله وارد عمل شد. مرحله اولی که کشورها داوطلبانه باید اقدام بکنه. موضوع دومی که یک عضو دیگه پیشنهاد بکنه که جرایم علیه بشریت در یک کشور افتاده باشه پیگیری کنه. و مورد بعدی اینه که نهادی یا افرادی بیان شکایت کنه و این موضوع رو پیگیری بکنه. و موضوع آخری که مسئله رو میتونه مطرح بکنه، شورای امنیت سازمان ملل به این دیوان باید ارجاع بده گزارش هایی را که نماینده یا گزارشگر حقوق بشر در امور افغانستان آمده این مسئله را بررسی قرار داده. هنوز هم یک سری جنایت ها داره اتفاق میفته. اینها همه مسائلی است که دست به دست هم داده. بالاخره باید دیوان بین المللی لاحه وارد عمل بشه و جلوگیری بکنه از این مسئله. وگرنه تا حدودی عملکرد و کارکرد اونها نسبت به افغانستان مورد شک قرار میگیره. امیدوارم که انشاءالله این حرکت ها و این دستاوردها و مستندات رو که مردم میان فریاد میکنن، قربانیان که میدان میان، اینها همه گواه و شاهد از یک جنایت هستند، باید اونها وارد میدان شوند. دیگه چیزی نیست که بخوایم، یعنی خودشی رو نمیشه زنگوشت قایم کرد. یعنی جنایت امروز در افغانستان نسبت به شیعیان اتفاق میفته، نمونه واضح از مسئله کاج، مدرسه مکتب شو موجود، هزاران مسجد و مرکزهای دیگه وجود داره. اتفاق افتاده جنایت واقعا علیه نسل کشی است یا جنایت علیه بشریت میتونه بگه، تو واقعا یک دیر آمدن در تمام یک نقطه آمدن حبس قرار داده. این فرصت میشه که کسانی که بالاخره به یک نحوی نظارتگر عمل کرد جامعه بین الملل هست متوجه بشن. نکته دیگری که میخوام در اینجا اشاره بکنم، در سال دیگه وقت در سال 2017 هم دادستان دیوان کیفری بین المللی از قاضیان خواسته بود که مجوز لازم بکنن برای بررسی جنایت های جنگی در افغانستان. خب جنایت های جنگی شامل هم حاکمانی که در او زمان بودن، هم کسانی که در جنگ کردن، و یک دی حراس دارن که اگر بخواهن دادگاه بین المللی وارد عمل بشن و اونها بخواهن نخواهن این سری خانه قوانین زرفا بودن، و یک فکر میکنه که بالاخره جامعه بین المللی یا حداقل دادگاه لاحه وارد اقدام بشه. خانم حسینی، تفاوت این گرد همایی با گرد همایی های دیگر در راستای اعتراض به کشته شدن شیعیان افغانستان در چیه؟ این موضوع تفاوت این گرده همایی در گذشته فقط می آمدن یک موضوع خیلی خاص رو مطرح می کردن که مثلا مکاتب دخترانه بسته شد یا یک عده خاصی در یک جایی. بالاخره بیشتر بر اساس مبنای قومی می زدن یا مبنای مذهبی می زدن، اما در این حرکتی که فعلا افتاده حرکت از حالت قومی و مذهبی و منطقی خارج شده. من امروز خود نبانوان این کسی که
شاهد از این مسئله بودم، سایر اقوام غیر از اقوام هزاره در روز دمای زور داشتم و حتی می دیدم چقدر قشنگ فریاد می زنن و اونها به نام افغانستان و به عنوان انسانیت فریاد می زنن و اونها به یقین به این باور رسیده بودن که نسل کشی صورت می گیرن و اونها آمده بودن در کنار هموطنان افغانستانی خود ایستاد شده بودن. در گذشته اگر دی می آمدن کس قومیت می دادن، اما نه، امروز تمام دنیا فریاد مبارزه با نسل کشی علیه شیعیان و علیه هزاره می ده. این نقطه بسیار مثبتیه و یک نقطه که هست اتحاد مردم نشان میده نسبت به این مسئله. خانم حسینی، سوال آخرم بفرمان، به نظر شما چرا جامعه جهانی با وجود دیتای 7,500 کشته از شیعیان افغانستان همچنین در برابر این نسل کشی سکوت کرده؟ مشکل تو چی میدونین؟ مشکل کجاست؟ یکی از جرایم، اولا اگه بخوایم این مسئله رو بیاییم نگاه کنیم به افغانستان، خب افغانستان ما دو دستی بر اساس توافقنامه دوحد دو دستی تحلیل داده شد. مگر در زمان حکومت جمهوریت مگر شیعیان کشته می شدن؟ مگر تظاهرات ها اتفاق نمی افتاد؟ مگر گزارش های تحلیلی آمار های دقیق الان موجود؟ خود سازمان ملل متحد در افغانستان، نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان این گزارشات نشر می کردن و همه دست به دست هم دادن. امروز اگه این جامعه بین المللی بازه، چون دیگه افغانستان خود از اونها درست های تحویل دادن، در صورت همه افراد حاکم فعلی در گذشته هم همچنین جنایات را انجام میدن و بارها خود اینا مسئولیت این مسئله را در نظر گرفتن و مسئولیت قبول کردن. امروز جامعه جهانی به دلیل از اینکه نگرانن اگر مسئله محاکمه مطرح بشه بالاخره به یک نحو اونها در یک جاهای مسئولیت دارن که چرا کوتاهی صورت گرفتن، باید پاسخ بدن و به این دلیل فراموش کردن. و از همه مهمتر مسئله معامله سیاسیه که متاسفانه دیگه فکر میکنم اون منافعی که احساس میکنن در افغانستان باید داشته باشن نداره. من فکر میکنم این اشتباه خیلی بزرگیه و خیلی دیر ممکنه دنیا با خبر بشن که نباید افغانستان فراموش بکنه. اگر افغانستان فراموش بکنن هیچ جایی از دنیا آرامش نخواهد داشت. پس قبل از آن که دیر شده به فریاد مردم افغانستان و به فریاد مردم افغانستان برسیم، قبل از اینکه او جنایت ها و مصیبت هایی که ما در افغانستان تجربه کردیم و میکنیم شما در کشورهای خود یک مدل جدیدی تجربه بکنید. انشاءالله. تشکر میکنم از شما خانم حسینی. خانم حسینی فعال مدنی از روم ایتالیا با ما بودند. حرم مطهر امیرالمؤمنین علی علیه السلام طرح سرویس رایگان خدمات اینترنتی به زائران علوی را در مجاورت صحن فوقانی حرم مطهر در طول سال آغاز کرد. کرار جواهری مسئول بخش فناوری اطلاعات در بیانیه ای گفت پس از تجربه موفقیت آمیز ایام اربعین حسینی و زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام به مناسبت شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله، پروژه‌ای برای ارائه خدمات اینترنتی رایگان برای زائران محترم در مجاورت صحن فوقانی آغاز شد. جواهری توضیح داد این سرویس به هر زائر این امکان را می‌دهد تا به مدت نیم ساعت به شبکه اینترنت متصل شود و از طریق اپلیکیشن واتساپ ارتباط برقرار نماید و همچنین سایت ها و اپلیکیشن های رسمی حرم مطهر علوی را مرور کند. شایان ذکر از بخش فناوری اطلاعات آستان مقدس علوی پیش از این در ایام زیارت اربعین حسینی علیه السلام نیز در مجاورت صحن فوقانی و در محل استراحت زائران سرویس اینترنت رایگان ارائه نموده بود. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری. امتناع کشورهای اسلامی از حمایت مسلمانان اویغور در سازمان ملل. هشتم اکتبر همبستگی جمعی برای توقف نسل کشی هزاره ها. ارائه سرویس رایگان خدمات اینترنتی برای زائران امیرالمؤمنین علی علیه السلام در طول سال.
و در ادامه بیانیه مضحکانه طالبان به مناسبت سالگرد حمله ائتلاف به افغانستان. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز گذشته جمعه از ابتکار جدیدی برای جامعه شیعیان علوی این کشور خبر داد و گفت که ترکیه ریاست فرهنگ علوی و اماکن عبادی را تشکیل خواهد داد و این رویداد در جریان حضور وی در مراسم افتتاحیه عبادتگاه جدید علویان شیعه صورت گرفت. اردوغان گفت نهادی که توسط دولت تشکیل می شود به مشکلات شهروندان علوی رسیدگی می کند. به افزود همه مشکلات مربوط به روشنایی، آب آشامیدنی، تأسیسات، ساخت و ساز، تعمیر و هزینه های نگهداری عبادتگاه ها حل می شود. رئیس جمهور ترکیه خاطر نشان کرد در چارچوب کار وحدت و همبستگی که با هماهنگی بین وزارتخانه های فرهنگ و کشور انجام شد، از 1585 خانه عبادی علویان بازدید شد. اردوغان در نشست پارلمانی حزب حاکم عدالت و توسعه سه‌شنبه گذشته گفت با وجود تلاش برای تحریک علویان در کشور، اقدامات جدیدی را برای برآورده کردن انتظارات آنها اعلام خواهد کرد. برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مرکز اهل بیت علیهم السلام از مراکز وابسته به دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله ساروز شادی حضرت زهرا سلام الله علیها را در شهر ماجنگا در جمهوری ماداگاسکار جشن گرفتند. حجت الاسلام شیخ محمد رازی وکیل آیت الله العظمی شیرازی در شهر ماجنگا در جمع حاضران به ایراد سخنرانی پرداخت و در آن بر عظمت این مناسبت که توسط شیعیان جهان تجلیل می شود تأکید کرد. وی افزود فرحت الزهرا سلام الله علیها و قدیر ثانی روز بیزاری جستن از دشمنان و قاتلان آن حضرت است. افراد ناشناس بر روی دیوار مسجدی متعلق به اتحادیه اسلامی ترکیه برای امور مذهبی در اوفنباخ ایالت هسن آلمان عبارات و توهین‌های ضد مسلمانان نوشتند. در بیانیه که از سوی پلیس این شهر منتشر شد، آمده است که پلیس تحقیقات خود را برای شناسایی عاملان حمله ضد مسلمانان آغاز کرده است. لازم به ذکر است که آلمان در سال گذشته شاهد 662 جنایت علیه مسلمانان و مساجد بوده است. سید رضا مؤید از اساتید شعر آیینی کشور ایران روز جمعه 15 مهر ماه در سن 80 سالگی درگذشت. سید رضا مؤید متخلص به مؤید و متولد سال 1321 هجری شمسی در مشهد مقدس بود که از آغاز جوانی به سرودن مدایح و مراسی مذهبی در بارگاه اهل بیت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پرداخت. از آثار او تا کنون سه دفتر به نام گلهای عشق، جلوه های رسالت و نغمه های ولایت منتشر شده است. طی روزهای گذشته شهرستان خوی در شمال غرب ایران حدود 60 بار لرزیده است. مرکز لرزنگاری ایران وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از ساعت 4 بامداد چهارشنبه 13 مهر زمان وقوع زلزله 5.4 ریشتری تا صبح روز شنبه 16 مهر در بازه زمانی بیش از 75 ساعت حدود 60 پس لرزه را در شهرستان خوی ثبت کرده است. این پس لرزه ها بیشتر بین 2.5 تا 3 ریشتر قدرت داشتند. در نتیجه تغییرات آب و هوایی اروپای غربی و مرکزی، احتمالاً هر 20 سال یک بار منتظر خشکسالی‌های شدید
مانند تابستان امسال خواهند بود. بر اساس تحقیقات منتشر شده توسط World Weather Attribution، با حدود 2.1 درجه گرم شدن زمین به علت فعالیت انسانی، احتمال خشکسالی در اروپای غربی و مرکزی حداقل 3 تا 4 برابر بیشتر شده است. به گفته پژوهشگران، اگر با پدیده گرمایش زمین روبرو نبودیم، خشکسالی های مانند امسال در اروپا تنها هر 60 تا 80 سال یک بار امکان بروز داشت. مصطفی کاظمی و بشیر خساونه، نخست وزیران کشورهای عراق و اردن، سنگ بنای پروژه اتصال برق میان دو کشور را در منطقه‌ای در نزدیکی مرز مشترک بنا نهادند. کاظمی در کنفرانس مطبوعاتی پس از این جلسه گفت که ما پیش از این روی شبکه‌ی برق مشترک با عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس کار کردیم و در کنفرانس جده توافقنامه‌ای به امضا رساندیم. همچنان با چند شرکت بین‌المللی معتبر پروژه‌های مربوط به انرژی پاک را در دستور کار قرار دادیم. وزیر رسانه اردن هزینه شبکه برق مشترک کشورش و عراق را 130 میلیون دلار اعلام کرده و گفته که بغداد به تنهایی 100 میلیون دلار از آن را بر عهده خواهد گرفت. مقام‌های امنیتی مراکش شب گذشته جمعه اعلام کردند که توانستند یک شبکه تروریستی وابسته به سنی‌های تندروی داعش را در مناطق ملیله و نازوره متلاشی کنند و بنابر این گزارش، نیروهای امنیتی مراکش با همکاری پلیس اسپانیا تحرکات این شبکه تروریستی وابسته به گروه تروریستی داعش را در شهرهای ملیله و نازور رصد کرده بودند و در یک عملیات ویژه امنیتی 2 عضو این شبکه را در شهر نازور و 9 عضو دیگر از آنها را در شهر ملیله بازداشت کردند. احمد عبدالجبار، مدیر اداره باستانشناسی استان دیالی عراق، از ثبت سد باستانی العظیم در فهرست میراث جهانی خبر داد که نخستین سد عراقی به شمار می رود که در این فهرست ثبت می شود. سد باستانی العظیم در مجاورت سد جدید العظیم قرار دارد که منبع آب اراضی کشاورزی دیالی و صلاح الدین از قرن 4 میلادی تا قرن 12 میلادی به شمار می رفت. این سد یکی از مهمترین اماکن باستانی استان دیالی و گواهی بر توسعه و پیشرفت مهندسی سدسازی در عراق قدیم به شمار می رود. هفتمین جشنواره فیلم‌های اسلامی قرار است از 28 مهر تا 1 آبان در سالن اورینتال تئاتر در شهر میلواکی آمریکا با هدف جلب توجه غیر مسلمانان به فرهنگ و باورهای اسلامی در میلواکی آمریکا برگزار شود. جانان نجیب، دبیر این جشنواره و عضو ائتلاف زنان مسلمان میلواکی، در این باره گفت ایده استفاده از هنر در اشکال مختلف برای درگیر کردن مردم درباره موضوع‌های مختلف نه تنها برای مسلمانان که برای کل جامعه مهم است. فعالان و وبلاگ نویسان یک فایل صوتی ضبط شده از تهدید و توهین یک افراطی به مدیریت مسجد مسلمانان در منطقه کوراپی در شهر کوینزلند در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در استرالیا را منتشر کردند. در این فایل صوتی تهدیدآمیز، فردی ناشناس مسلمانانی که در مسجد رفت آمد می کنند تهدید به قتل می کند و می گوید مسلمانان به استرالیان تعلق ندارند و حق اعمال قوانین شرعی را ندارند. مقامات انگلستان از افزایش میزان جنایات اسلام هراسی در انگلستان و ولز بریتانیا در سالهای 2021 و 2022 خبر دادند. خبرگزاری تیارتی عربی اعلام کرد بر اساس داده‌های منتشر شده توسط وزارت کشور بریتانیا
مسلمانان در دو سال گذشته بیشترین آسیب پذیری را در برابر هدف قرار گرفتند توسط دیگر گروه های مذهبی داشتند. بر اساس این داده ها پلیس بین مارس 2021 تا ماه مارس 2022 3459 مورد نفرت علیه مسلمانان را ثبت کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 42% افزایش نشان می دهد. طالبان روز گذشته جمعه 15 مهر ماه 1401 به مناسبت 21مین سالگرد حمله ائتلاف به رهبری ایالات متحده به افغانستان بیانیه رسمی صادر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده الحمدلله امروز کشور ما افغانستان از حضور نیروهای اشغالگر خارجی تصفیه شده و مردم ما زیر چتر نظام خالص اسلامی زندگی مطمئن و سربلند دارند. گفتنی است این عبارت در حالی در بیانیه سنی های تندروی طالبان آمده که دقیقا یک هفته قبل از آن، یعنی روز جمعه هفته قبل، انفجار انتحاری تروریستی علیه مرکز آموزش کاج رخ داد و در آن دست کم 50 دانش آموز دختر از شیعیان هزاره به شهادت رسیده و بیش از 100 دانش آموز دیگر نیز زخمی شدند. در طول یک سال و چند ماه اخیر، یعنی از زمان روی کار آمدن دوباره طالبان به قدرت تا کنون، میلیون شهروند افغانستانی از شهرها، مناطق، اقوام و مذاهب مختلف این کشور کشته شده، زخمی شدند و یا آواره شدند. حال این پرسش مطرح می شود که دقیقاً منظور طالبان از عبارت زندگی مطمئن و سربلند در این بیانیه چیست؟ هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب عربی استانبول از 9 مهر ماه امسال با موضوع دنیای نامحدود آغاز می شود. در این نمایشگاه بین‌المللی بیش از 250 ناشر از 29 کشور جهان حضور یافتند. نمایشگاه بین‌المللی کتاب عربی استانبول بزرگترین رویداد فرهنگی است که سنت و مدرنیته را با هم ترکیب نموده و بزرگترین نمایشگاه بین‌المللی کتاب عربی در خارج از کشورهای عربی محسوب می شود. این نمایشگاه که به دنبال احیای زبان عربی در ترکیه و تقویت روابط بین عرب زبانها و ترک زبانها می باشد، برای هفتمین سال است در استانبول ترکیه برگزار می شود. این نمایشگاه بین‌المللی مورد تایید انجمن ناشران عرب زبان بوده و با دعوت از تمامی دانشگاه‌ها و مدارسی که ارتباط نزدیک با علوم و دانش زبان عربی دارند، بزرگترین رویداد فرهنگی به زبان عربی در کشور ترکیه را رقم می‌زند. مسئولان شبکه الزهرا علیها السلام و نمایندگان مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام نیز با حضور در این نمایشگاه از غرفه‌های مختلف آن بازدید کردند. این نمایشگاه با هدف پاسخگویی به انواع نیازهای کتاب عرب، عرب زبان‌های ساکن استانبول، اهم از گردشگران یا مهاجران، به شکل عمده فروشی یا خرده فروشی در حال برگزاری است. مروری دوباره به سرخط خبرها. امتناع کشورهای اسلامی از حمایت مسلمانان اویغور در سازمان ملل. هشتم اکتبر همبستگی جمعی برای توقف نسل کشی هزاره ها. ارائه سرویس رایگان خدمات اینترنتی برای زائران امیرالمومنین علی علیه السلام در طول سال. ابتکار رئیس جمهور ترکیه برای خدمت به علویان شیعه. بیانیه مضحکانه طالبان به مناسبت سالگرد حمله ائتلاف به افغانستان.
و حضور نمایندگان مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام در هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب عربی استانبول. تازه ترین خبرها رو میتونید در وبسایت، یوتیوب و اینستاگرام اخبار شیعه ببینید. همچنین میتونید رخدادهای شهر یا کشورتون رو به شماره روابط عمومی اخبار شیعه ارسال کنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودید. اللهم اجل ولی کل فرج، یا علی، خدا نگهدار.